سلام، امروز میخوام راجع به بارداری در استرالیا صحبت کنم. بیشتر مد نظرم هست که راجع به پروسه‌های درمانی و خدماتی که میدن و هزینه و کلا سیستم درمانی که برای خانم باردار اینجا هست صحبت کنم. البته اینو بگم که این بر اساس تجربه شخصی خودم هست و محدود به شهر کمبرا و بیمارستان دولتیه. اینکه حالا تو ایالت دیگه یا شهر دیگه فرق کنه و جور دیگه باشه من اطلاع ندارم. حالا من که میگم این بیمارستان دولتی، اینو بگم که براتون این چیز به وجود نیاد که فکر کنه او بیمارستان دولتی خدماتش بده یا مثلا خوب نیست، امکانات نداره و اینا. اینو براتون یه توضیح بدم که چون من ماهای آخر بارداریم خیلی تو یوتیوب میشستم ویلاگای زایمان یوتیوبرهای دیگر نگاه میکردم که تو کشورهای دیگه ای بودن، به خصوص تو آمریکا. اونا تو بیمارستان خصوصی زایمان کرده بودن و وقتی من با اون امکاناتی که من تو بیمارستان دولتی گرفتم مقایسه میکردم، دیدم که دقیقا بیمارستان دولتی که تو کمبرا من رفتم با بیمارستان خصوصی که تو آمریکا بود برابری میکرد از نظر امکانات. خب این اول ویدیو بگم که من خدا رو شکر خیلی بارداری نرمالی داشتم و مثلا مشکلاتی مثل دیابت بارداری، فشار خون بالا یا مشکل تیروئید یا بیماری زمینه‌ای نداشتم و برای همین امکان داره مثلا برای کسی که این مشکل سراغش بیاد یکم پروسه فرق کنه و شاید ازش چکابا یا مثلا سونوگرافی بیشتر و آزمایش بیشتری بخوام. و اینم بگم که بارداری من 41 هفته طول کشید و به اصطلاح فول ترم بود. در مورد هزینه هم همینجا یه کوتاه بگم، البته من دقیقش رو براتون میذارم روی صفحه. ببینید اگه مدیکر داشته باشین تو بیمارستان دولتی تمام چکاپ ها، کلاس های بارداری و زایمان به طور رایگان هست و همینطور یه سری خدمات چکاپ هایی که بعد از اون زایمان میگیرید که من اونا رو بعدا توضیح میدم. ولی اگه مدیکر نداشته باشین، اگر زایمان طبیعی منظورم حالا واژینال برث هستش، اگه زایمان طبیعی داشته باشین هلوهوش 6-7 هزار دلار میشه، دقیقش رو حتما می نویسم اینجا، و اگر سزارین باشه هلوهوش 13 هزار دلار. اگر مدیکرتون هنوز درست نشده تمام این پولایی که میدین و این وایساشو نگه دارین، یعنی فاکتورشو نگه دارین، بلکه مدیکرتون اوکی شد اینا رو میتونین توی سایت مایگاف اکانت درست کنین و مدیکرتون رو لینک کنین و اونجا تمام اینا رو کلیم کنین. حالا یه نکته ای هم بگم برای کسایی که با ویزای موقت میان استرالیا، مثلا منتظر ویزای پارتنرشون هستن و وقتی که وارد اینجا میشن با ویزای توریستی اومدن که پیش پارتنرشون بمونن. کسی که با ویزای توریستی به استرالیا میاد نمیتونه از خدمات مدیکر استفاده کنه، تنها در صورتی که برای یکی از ویزاهایی که ختم به اقامت دائم استرالیا میشه اقدام کرده باشه و اپلیکیشنش رو سابمیت و هزینه‌اش رو پرداخت کرده باشه، با ارائه اکنالجمنت لتری که اداره مهاجرت استرالیا بهش داده و باقی مدارکی که مدیکر ازش میخواد، میتونه برای کارت مدیکر اقدام کنه. معمولا 28 روز کاری طول میکشه تا مدیکر مدارک شما رو بررسی کنه و متاسفانه اگر مدارکتون کامل نباشه مجبورید که دوباره این پروسه رو طی کنین. حتما هم به خانمایی که بار دارن اینجا، به خصوص اونایی که حالا با خانوادهشون اینجا نیستن، منظورم مادری فامیلی کسی اینجا ندارن که بخون ازش کمک بخوام و مثلا همسرشون خب در طول روز شاید سر کار باشه و پیششون نباشه، حتما این بیمه برای آمبولانس رو بگیرین، چون هزینه آمبولانس به صورت آزاد اگه بخواد مثلا شما استفاده کنی هلوش 1000 یا شاید هم یکم بیشتر از 1000 دلار تو کمبرا برای شما آب بخوره. ولی اگر شما مثلا هزینه یک سال استفاده از اون بیمه آمبولانس رو پرداخت کنید که برای کل خانواده میتونید بگیرید 100 خورده دلار هستش، اگر مثلا خدا نکرده حالا تو اون وضعیت نمیدونم وضع هم قرار بگیم چی میگه در وضعیت زایمان قرار بگیم و احتیاج به آمبولانس داشته باشیم به هر دلیلی، اون بیمه شما رو پوشش میده و واقعا ارزشش رو داره. اینو حتما بگیرین.
اول راجع به خودم بگم که من 3 ماه اول بارداریم اصلا تو استرالیا نبودم. اینو حتما اینجا گذاشتم برای کسایی که شاید 3 ماه اول یا اصلا کلا یه بخشی از بارداریشون رو داخل استرالیا نباشن، قبل از اینکه مثلا ویزاشون بیاد مجبورن مثلا یه بخشش رو توی کشور دیگه یا حتی ایران مثلا طی کنن تا بعد که بیان اینجا. اینو بهتون بگم که تمام آزمایشاتی که میدین حتما با خودتون همراه بیارین، اسکن کنین و اینو داشته باشین که بعد که رفتیم چه دکتر اینا رو براش ایمیل کنین و بزنن رو پروندهتون که دیگه نیازی نباشه دوباره اون آزمایش رو تکرار کنین و انجام بدین. برای من اگه ویدیو همو دیده باشی، من و همسرم هلوش 1 سال خورده در حال سفر بودیم تو کشورهای مختلف. 3 ماه اول بارداری من یه بخشش توی تایلند بود که البته نمیدونستم باردارم، و بعد 2 ماه توی کامبوج که کشور خیلی فقیریه و سیستم درمانی خیلی ضعیفی داره، و در آخر قبل از اومدن به استرالیا توی کشور مالزی بودیم که اولین چکاپ به درست حسابی که برای بچه‌مون رفتیم توی هفته 12 که خیلی چکاپ مهمی هستش تو شهر کوالالامپور بودش. فقط یه چیز با مزه اینجا بهتون بگم که تو همون کشور کامبوج شهر سیم ریپ که ما بودیم و من بعد از بیبی چک میخواستم مطمئن بشم که باردار هستم و میخواستم آزمایش خون بدم، وقتی که ما رفتیم آزمایشگاه فکر کنیم مثلا یه مغازه کوچیک که بر خیابون بود این آزمایشگاهه که خانم منشی اونجا پشت میز نشسته بود و همون پشت همون میز هم وقت میداد هم از شما خون میگرفت، یعنی حتی یه صندلی مخصوص خون گرفتن هم نداشتن. در مورد مالزی هم شاید براتون جالب باشه بدونین که تجربه که ما داشتیم، ما رفتیم پیش یه دکتری که توی بیمارستان خیلی درست حسابی و بزرگ که یه بخش بزرگی فقط برای زنان زایمان بود، پیش یه آقای رفتیم که تو مطب خودش تو همون بیمارستان هم آزمایش خون از ما گرفت، هم سونوگرافی کرد با دستگاه 3 بعدی که متاسفانه اینجا تو کمبرا اصلا ما ندیدیم همچین چیزی، و کیفیت دستگاهی که اونجا تو کوالالامپور اون آقا توی مطبش داشت خیلی خیلی بالاتر از آیمد رادیولوژی که توی کمبرا هست بود. و اینکه همونجا من آزمایشاتم رو انجام دادم تو خود مطب دکتر با یه جلسه رفتن که هلوش $600 آمریکا هزینه شد، و بعد از 10 روزم برامون ایمیل کرد دکتر جواباشو و خیلی راضی بودیم و خیلی عالی بود. حالا چرا $600 شد؟ به خاطر اینکه آزمایش ریسک سندروم دانو انجام دادیم، اینکه حالا یه چیز دل بخواهیه ولی خب من چون 36 سالم بود و بعد از 35 سالگی خب میگن یه سری ریسکایی هست و اینا، دوست داشتم که حتما اینو انجام بدم. تو همون آزمایش هم جنسیت بچه‌تون مشخص میشه، اینو بهتون بگم چون ما نمیدونستیم و وقتی اون PDF و صفحه آخرش که دیدیم یه ذره شوک شدیم چون اصلا انتظار نشیم که اینطوری مثلا جنسیت بچه‌مون رو بفهمیم و اینطوری بدونیم که جنسیتش چیه. خب اینم بگم که از مالزی تا ملبورن هلوش 10 ساعت پروازه و من این پرواز رو توی هفته 13 بارداریم انجام دادم، و معمولا ماهای اول اوکی هست که مثلا سوار هواپیما بشین و اینا، ولی نمیدونم این خانومی که توی کانتر ارژیا کار میکرد از کجا فهمید که من باردارم که یه برگه گذاشت جلوم که گفت این برگه رضایت‌نامه رو امضا کن که تو خودت مسئولیت بچه و خودت رو قبول میکنی و هیچ مسئولیتی بردوش مثلا ایرلاین نیستش. راسته میخوام بگم که اینم داستان پرواز که اگه مثلا تو پروسش هستین و مثلا باردارین و میخواین بیان، چون معمولا باید نامه دکتر داشته باشین، ولی من چون دیگه ماهای اول بود و از دکترم هم پرسیدم، اون دکتر که تو مالزی رفتم گفت اوکیه الان مشکلی نداره میتونیم مثلا 10 ساعت و پرواز رو بریم، و دیگه نامه نداد چون لازم نبود لابود. ولی میگم مثلا خود ایرلاین بدون که ما بگیم مثلا متوجه شده که مثلا شکم مثلا صاف بود، مثلا چی معلوم نبود هنوز. خب 3 ماه دوم بارداری که دیگه من اومدم استرالیا، اولین کاری که میکنید مراجعه به GP یا جنرال پرکتیشنر یا همون پزشک عمومی هست.
اینجا تو استرالیا اولین کسی که برای گرفتن خدمات درمانی بهش مراجعه میکنین جی پی هستش. برای بارداری هم اون هستش که شما رو معرفی میکنه به بیمارستانی که قرار برین توی زایمان کنی تا چکاپ های ماهیانه شما با میدوایف یا ماما شروع بشه. اینم بهتون بگم که برای استفاده از خدمات بیمارستان دولتی اینطور نیست که شما از اول تا آخر با یه دکتر یا ماما باشین و همون آدم هم بیا تو اتاق زایمان و روزی که قرار زایمان کنین بالا سر شما باشه. برای من اینطوری بود که هر دفعه که میرفتم چکاپ بشم امکان داشت که یه نفر جدیدی رو ببینم و روزی هم که رفتم برای زایمان هیچ کدوم از اون دکترها یا ماماهایی که بالا سرم بودن رو اصلا تا حالا ندیده بودم و نمیشناختمشون. بعد از اینکه جی پی منو معرفی کرد به بیمارستان یک هفته 10 روز طول کشید تا اولین تماس تلفنی رو با من گرفتن. از موارد مهمی که تو تماس تلفنی اول ماما با من در میون گذاشت این که من میخوام توی خونه زایمان کنم و یا توی بیمارستان، آیا میخوام با کمترین دخالت بدون استفاده از هیچ گونه مسکن مثل اپیدورال و مورفین و داخل آب زایمان کنم یا میخوام یه زایمان استانداردی داشته باشم. یه آپشن دیگه هم که بیمارستان بهم داد این که میدوایف بیاد خونه برای چکاپ ها و اینکه موقع زایمان از برد سویت استفاده کنم. برد سویت طوری طراحی شده که حس خونه رو به شما بده و معمولا برای زایمان هایی که با کمترین دخالت هست این رو ارائه میدن. البته که برای استفاده از برد سویت و ویزیت های داخل خونه اسمتون رو توی ویتینگ لیست قرار میدن، چون فقط به تعداد محدودی از مراجعین این رو میتونن ارائه بدن. همه اینا رو ثبت کرد توی دفترچه به اسم مترنیتی ریکورد که این دفترچه باید همراه شما تو تمام چکاپ هایی که میرین باشه تا بتونن هر دفعه که چک میشین تو اون بخش بنویسن و نفر بعدی که میاد نگاه کنه بتونه به اون مراجعه کنه و ببینه که مثلا چه چیزهایی رو با شما بحث کردن و در میون گذاشتن یا چه کارهایی انجام شده و تاریخچه بارداری شما تو این ثبت میشه. تعداد چکاپ هایی که در نظر گرفته شده برای بارداری اول 10 تا و برای بارداری های بعدی 7 تا هست. کلن تو طول کل بارداری شما 2 تا سونوگرافی هست که برای سیستم درمانی استرالیا مهمه و به غیر از این اصلا دیگه تاکید رو چیزی نمی کنم مگر اینکه مورد خاص باشه و احتیاج باشه که جی پی برای شما تجویز کنه. سونوگرافی هفته 12 و سونوگرافی هفته 20. چه مواردی رو هر دفعه که شما میرین چکاپ بشین باهاتون چک میکنن؟ اول از همه فشار خونتون رو میگیرن، بعد با یه متر اندازه شکمتون رو میگیرن. شما میخوابید رو تخت و از استخون ناحیه تناسلیتون تا بالای شکمتون رو با متر اندازه میگیرن و این اندازه باید با هفته ای از بارداری که توش هستین برابری کنه. مثلا اگه شما هفته 22 بارداری هستین شکم شما باید 22 سانت باشه و اگر این اندازه خیلی متفاوت باشه با هفته بارداریتون، مثلا کمتر یا خیلی بیشتر باشه، احتمال داره که براتون سونوگرافی یا حتی آزمایش های بیشتر تجویز کنن تا بفهمن چرا جنین رشدش کم بوده و اگر تو ماهای آخر مخصوصا رشد جنین بیش از اندازه هست برای سزارین شما رو آماده کنن. گوش دادن به ضربات قلب جنین با دستگاه دابلر هم یکی دیگه از کارهایی است که توی جلسات چکاپ انجام میشه تا مطمئن بشن که جنین سالم هست. یه کار دیگه هم که انجام میدن این که با دست وضعیت جنین رو بررسی میکنن، یعنی فقط شکم شما رو با دست معاینه میکنن و میتونن بگن که پوزیشن بچه به چه صورت هست، اینکه حالا سرش پایینه یا بالاست یا هر. شاید براتون جالب باشه که بدونید توی سیستم درمانی استرالیا تاکید بر روی زایمان طبیعی هست و سزارین چیزی نیست که شما بخواید انتخاب کنین. سزارین فقط تنها در صورتی که جون جنین یا مادر در خطر باشه انجام میشه و یا اینکه شما بارداری قبلیتون سزارین بوده و امکان اینکه شما زایمان طبیعی داشته باشین برای بارداری بعدی وجود نداشته باشه. پس جایی که امکان داره شما میخوام پوش کنم به سمت زایمان طبیعی. نمیدونم بگم این خوبی استرالیاست یا بدی استرالیا، چون من با چند تا از دکترها صحبت میکردم این برای این هست که میخوان آمار سزارین تو کشورشون بیارن پایین تا جایی که میشه مادر رو پوش میدن به سمت زایمان طبیعی حتی اگه خیلی سخت باشه. خودم هم اینو تجربه کردم و
حتما توی ویدیو دیگه راجع به زایمان و تجربه‌ام از زایمان تو استرالیا صحبت میکنم. منتظر اون ویدیو باشین. یکی از موارد مهمی که توی 3 ماهه دوم بارداری تو استرالیا انجام میشه زدن واکسن ووپینگ کاف یا همون سیا سرفه در هفته 26 هست. این واکسن برای خانمای باردار تو همون جلسات چکاپی که میریم و به صورت رایگان زده میشه، ولی تاکید میشه که حتما همسرتون یا حالا هر کسی که با بچه قرار در ارتباط باشه هم این واکسن رو بزنه که اونا میتونن حالا مراجعه کنن به کلینیک یا بعضی داروخونه که مثلا من میدونم اینجا پرایس لاین اینو انجام میده و هزینه‌اش هم هلوش 50 تا 55 دلار هستش. از تستای مهمی که توی 3 ماهه دوم بارداری باید انجام بدین تست گلوکوز هست که این تست به صورت ناشتا انجام میشه و هلوش 3-4 ساعت طول میکشه. به شما یه نوشیدنی خیلی شیرین و بدمزهی میدن که بعد از اینکه اینو خوردی 1 ساعت میشینی و ازتو خون میگیرن و این کارو چندین بار تکرار میکنن تا مطمئن بشن که دیابت بارداری دارین یا نه. از هفته 28 بارداری به شما تاکید میکنن که مراقب حرکات جنین باشین و اگر حس کردین که حرکات جنین مثلا کم شده و مثل همیشه نیست بهتون تاکید میکنن که حتما مراجعه کنین، اول تماس بگیرین با بیمارستان و بعد مراجعه کنین به بخش اورژانس و اونجا چک کنن ببینن که خدای نکرده مشکلی برای جنین پیش نیامده باشه. از اتفاقات مهم دیگه‌ای که توی 3 ماه دوم میفته شروع کلاس‌های بارداری هست. این کلاس‌ها رو خود بیمارستان برای شما برگزار می‌کنه و براتون پرسه زایمان رو توضیح میده، اینکه چه آپشن‌هایی دارین، حتی بهتون میگه که مثلا اگه دردتون شروع شد کی باید به بیمارستان مراجعه کنی، حتی برین طبقه چندم. خیلی به شما آگاهی میده در مورد زایمان. این کلاس‌ها خیلی خیلی مفیده. کلاً 4 جلسه و هر کدوم 2 ساعت بود که ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر به صورت آنلاین هم برگزار می‌شد برای کسایی که شاغل هستن یا حتی اینکه مثلا اگه همسرتون هم میخواد تو این کلاس با شما شرکت کنه تایم اینو داشته باشه که بتونه به شما ملحق بشه. این کلاس ها به شما کمک میکنه که بتونین برث پلان یا همون برنامه زایمانتون رو بنویسین. یکی از چیزای جالب اینه که مثلا شما میتونین حتی انتخاب کنین با جفتتون یا همون پلاسنتا میخواین بعد از زایمان چیکار کنین. حقیقت من حتی فکرش هم برام یه جوریه که بخواه اصلا حتی ندیدم جفتو، ولی خب بعضی فرهنگ ها هستن که یه عقاید خاصی دارن. مثلا من یه کسی میشناسم که مال یکی از جزایر نزدیک استرالیا هست و اونا رسم دارن که جفتو با خودشون میبرن خونه و پای یه درختی به اسم اون بچه میکارن که مثلا حالا این درخت بعدم بزرگ میشه میگن که این همسن فلانیه، جفتش هم اینجا خاک شده دیگه. کلا حالا یه آیینیه که دارن و به جا میارن. انتخاب کنین که توی اتاق زایمانتون چه کسی حضور داشته باشه. خب مثلا میگه من میخوام همسرم اونجا باشه با من و اینکه مثلا دانشجو بالا سر من نیاد. چون بیمارستان دولتی هست بالاخره جنبه آموزش هم داره برای مامایی که میخوان تازه کارشون شروع کنن. شما میتونید درخواست بدین که نیان بالا سرتون. برای من پیش اومد البته که یکی از ماماها که استودنت بود، حالا دانشجو بود، اومده بود که یاد بگیره، بهش گفتن که ببخشید شما نمیتونین بیاین، بخاطر اینکه خانم توی برت پلانش توضیح داده که نمیخواد دانشجو بالا سرش باشه. دیگه من نگاش کم دیدم که خیلی وایب خوبی ازش میگیرم، گفتم ایرادی نداره بیاد، ولی خب مثلا فقط برای مشاهده باشه، مثلا نخواه که کاری انجام بده، اوکی هست که مثلا بخواد یاد بگیره. و اتفاقا چقدرم اون دختر خانم به من انرژی مثبت میداد و بعد از هر کانترکشنی کلی من تشویق کرد و بهم روحیه میداد. اتفاقا حضورش خیلی بدم نشد. کاری که تو 3 ماهه سوم بارداری اینجا روش تاکید میشه، به خصوص اگه قراره تو فصل سرما زایمان کنین، زدن واکسن آنفولانزا هستش که برای خانمای باردار رایگان هست و میتونی به یکی از کلینیک ها مراجعه کنی یا بریم پیش جی پی و این کار رو براتون انجام میدن. یکی از تستایی که تو 3 ماهه آخر بارداری انجام میشه تست جی بی اس هست. این برای این که بفهمن نمیدونم دقیقا ویروس یا میکروبه که شما اگه اینو داشته باشین حتما باید موقع زایمان آنتیبیوتیک بگیرین که برای جنین خطری نداشته باشه.
آزمایشش هم به این صورت هستش که حالا خودتون باید تو خونه انجام بدین یا اینکه ماما براتون انجام میده. یه سواپه، مثل هم سواپایی که برای تست کووید انجام میدن، و اینو بعد یکم داخل واژنتون ببرین و آغشته به حالا اون ناحیه بکنین، بذارین توی نایلونی که بهتون دادن و تحویل آزمایشگاه بدین. یه چیز جالبی که نزدیکای آخر بارداریتون به شما توی یکی از جلساتی که با ماما دارین توضیح میدن و حتی روی ماکت بهتون آموزش میدن، هند اکسپرس کردن کلوستروم هست. یعنی چی؟ یعنی که شما با دست شیر آغوز رو قبل از زایمان و قبل از شروع دردتون بدوشین. یه سری سرنج بهتون میدن ببرید خونه و روی ماکت هم بهتون توضیح میدن که چطور با دست شیر آغوز رو قبل از زایمان بدوشین. البته این باید قبل از شروع دردها باشه و اگر دردتون شروع شده نباید انجام بدین. و اینو شما فریز میکنین و با خودتون روزی که میخواین برین زایمان کنین میبرین. اگر به هر دلیلی شما نتونین به بچه شیر بدین تو بیمارستان و یا اینکه مثلا بچه خدای نکرده بره تو بخش ویژه و یا شما نتونین ببینینش، بهش این شیر آغوز رو بدن و از اون محروم نمونه. چون شاید بدونین که بعد از 3-4 روز که از زایمان بگذره شیر آغوز تبدیل به شیر عادی میشه. شاید براتون جالب باشه بگین که مگه اصلا قبل از زایمان آدم مگه شیر داره که بخواد حالا اینو بدوشه. حقیقت بگم من خیلی تلاش کردم ولی در حد چند قطره بیشتر نبود. دیگه خودم رو اذیت نکردم که بخوام حالا فریزش کنم، چون اصلا واقعا ارزشش رو نداشت و خدا رو شکر مشکل پیش نیومد. ولی خب اینو مثلا میخوان در نظر بگیرن که اگه حالا مثلا مسئله بود بتونن که به بچه شیر آغوز رو بدن. یه کار مهم دیگه که نزدیک آخر بارداری باید انجام بدین که بهتر حداقل 2 ماه قبلش این رو آمادگی داشته باشین، جمع کردن ساک بیمارستان هست. ساک بیمارستان رو بر اساس لیستی که خودشون بهتون میدن ببندین، چون اونا که بهتون میگن چه مواردی اونجا در دسترستون خواهد بود و چه مواردی نمیتونن بهتون بدن. پس بهتره با خودتون همراه داشته باشین. البته که خیلی چیزا رو من با خودم بردم طبق همون لیست، ولی اونجا به ما یه پکی دادن که برای بچه بود و اندازه مثلا هم 2-3 روزی که بیمارستان بودیم کاور میکرد و ازش استفاده کردیم. خب امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما سعی میکنم یه ویدیو هم راجع به زایمان تو استرالیا درست کنم براتون بذارم. اگر دوست داشتین این ویدیو رو استفاده کردی ممنون میشم که سابسکرایب کنین. منتظر ویدیوهای بعدی باشین. فعلا خدا نگهدار.